ادامه برنامه عصر اریوا هست و همچنان در بخش قهرمانان در خدمت شما عزیزان قرار داریم با جناب استاد محمد شفیق وفا، رئیس سازمان ABC پروفشنال مجتنی ولایت هرات، و جناب استاد جلیل احمد نظری، مربی تیم منتخب مجتنی ولایت هرات. ابتدا شما خوش آمدید میگم به برنامه، خیلی خوش آمدید. باشین، خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. و چی خوبه که در ابتدا جناب استاد در ارتباط به فدراسیون یا سازمان ABC پروفشنال ولایت هرات یک معلومات داشته باشین، از چی زمان میشه که این سازمان تأسیس شده و میشه بیشتر معلومات بدین. به نام خدا، بنده محمد شفیق وفا، رئیس فدراسیون ABC پروفشنال انتخاب شدم از طرف کابل. دیگه تقریبا یک ماه میشه که ما این فدراسیون از آماتور بیامد به پروفشنال. بله. که فعلا استادا و مربیای ولایت هرات و از طرف مرکز یک افتخاری به ما بخشیدن که ما رئیس استاد کردن. دیگه خادم مردم ولایت هراتیم. بله. و خدمت مردم ولایت هراتیم. کوشش میکنیم که می بوکس میاری کنیم از آماتور بیاریم پروفشنال، که انشالله به می زودی های زود ما مسئولیت به خان ما افتاده. دیگه انشالله اگر زندگی بود یک مسابقه هم جلوی رو خدا داریم. بسیار عالی. یعنی قبلا سازمان تنها به مرکز بوده و فعلا نمایندگی از او به هرات مسئول از او شما هستین. و جناب استاد نظری، میشه که شما هم در ارتباط به کارکردهای خود صحبت داشته باشین، مدت چند سال میشه این ورزش رو شما پیش میبرین و آیا قبلا هم کدام ورزش دیگر رو پیش میبردین یا نه؟ تشکر، خیلی سلام و حال خوبی جا داره که شما تشکری کنم که همچون چیرهای به تصویر کشیدیم سال پر و میکشیم. بنده جلمت نظری هستم، مربی تیم منتخب بوکس ولایت هرات و ترینر کلاب بوکسینگ نظری میباشم. بله. و من سال 1380 بود که روی آوردم به ورزش مجتنی. به تقریبا تا به فعلا فعالیت داشتیم و در 19 سال تقریبا مسابقه ای تمرین کردم که خوشبختانه باخت نداشتم وسط ولایت هرات، و 4 دیپلم تیم ملی بوکس افغانستان را هم به مدال های رنگ و رنگ داشتیم. بسیار عالی. و جناب استاد وفا، در ارتباط به نوع برگزاری مسابقات میشه صحبتی داشته باشین و اینکه مسابقاتی که با آینده قرار برگزار بشه یا در خود ولایت هرات برگزار میشه یا نه؟ امی پنج عمل و خیر اگر زندگی بود به بین ده ولایت به خود ولایت هرات مسابقه بخیر میگیریم، مسابقه پروفشنال. بله. دیگه از ولایت ها ما بخواستیم، دعوت کردیم. اگر زندگی بود اولین بار که این سازمان بسیار یک سازمان معتبر ABC دیگه به این رأس از خود ما قرار دارم. دیگه جوانا خوب تکری داریم، انشالله زحمت میکشن و استادای عزیز ترینرهایی که به هرات اینا زحمت خیلی کشیدن، انشالله به پنج عمل بخیر مسابقه های پروفشنال همشهری های عزیز خور نوید دارم که هر چیز زودتر ایرتی ها خور تشویق کنن که خود ده ولایت و خصوصا به خود زون هم هستیم، مسابقه های زون خود اینا ما آمدگی داریم بخیر. بله. زندگی بود بسیار یک مسابقه به پروفشنال به سطح بالای بخیر. بسیار عالی. اشخاصی که در این مسابقات اشتراک میکنن در چی سطح باید قرار داشته باشن؟ این کسانی هستن که آماتور مگر قهرمانی داشته باشن. بله. از قهرمانی از آماتور بگذرن برن به پروفشنال. دیگه انشاءالله بسیار بوکسرهای قوی قوی هم به مرکز و هم به خود ولایتی که استادا تمرین میدن انشاءالله شاگردای ورزیده داریم. انشاءالله اگر زندگی بود به تلویزیون خود شما شاید بسیار عالی پیش ببریم. بله. بس افتخار میزبانی شما مگرم داشته باشید. همچنان تشکر، سلامت باشین. و جناب استاد نظری، در ارتباط به پلان های ورزشی که در آینده شما دارین میشه صحبت داشته باشین، اینکه مسابقاتی که قراره برگزار بشه شما چی نقشی دارین؟ تشکر. نقش مهم از مدت 4 سال میشه که من وایس ترینر تیم منتخب بوکس ولایت هرات
همی مسئولیت به دوش ما بوده و پلو ما استاد سید دلاور جان حسینی هم هستن که ما دو نفر بایست ترینر تیم منتخب باکس ولایت هراتیم. تمرین ها ما خوب و سخت و فشورده سر بچه ها قهرمان ها ما پیش میباریم و دیگه انشالله مسابقات خیلی بزرگ که جناب رئیس فرمودم به جلو رو است، دیگه ده ولایت دعوت میشه، دیگه مسابقات پروفشنل خیلی یک سطح بالای مسابقات برگزار میشه. بله. تیم ما کاملا از تمرین های خوب و بالای برخوردار انشالله، دیگه امیدواریم که همشهریان عزیز از دعا فراموش نکنن این قهرمانات رو و به دعا از اینا ما نیاز داشتیم و داریم انشالله. بسیار عالی. و در کل جناب استاد نظری، قبل از این که شما وارد رشته محسنی بشین کدام رشته ورزشی دیگر هم پیش بردین و در کل مدت چند سال میشه که شما روی به ورزش آوردین؟ پیش از رشته مشتنی که ما به سال 1380 بود، تقریبا 19 سال میشه که ما پیش میبرم. پیش از او رشته ما رشته تکواندو پیش میبرم. بله. تا کمربند سرخ تکواندو کار کردم. باز بدبختانه پا ما گوش دران دیگه نتونستم او رشته پیش ببرم. دیگه تغییر رشته دادم، رشته مشتنی آمدم که خوشبختانه تا و می فعلا هم فعالیت دارم 19 سال میشه انشاءالله. بسیار عالی. کدام خاطراتی هم دارین از این ورزش هایی که پیش بردین در این مدت؟ والا خاطرات تلخ بگم یا شیرین بگم؟ هر کدام راحتین شما. خاطرات شیرین خیلی داریم. خاطرات سفری بوده که مسابقات تیم ملی بوکس افغانستان بوده. بله. دیگه یک خاطرات بگم که خیلی جالبه. بله. یک مسابقه داشتیم به سیمو فاینال بودم، به خدی مزار شریف برابر شده بودم به سیمو فاینال. من رنگ اول داخل شدیم، به رنگ داخل شدم. حریف هم بسیار قوی بود، مسابقات تاشکند اشتراک میکرد، قهرمان بود. دیگه خدی از بوکس کردیم. مایر تقریبا کم غرور کردم، به ایراد حریف خور نکات کرده بودم. میرم به مو فکر بدم، گفتم میر نکات. بله. میکنم. این سر از این رش کردم، زد حمله زد، مر یک مشت نکدان زد، شیشتم بم زمین. اونجا ما یک خاطرات هم تلخ بود هم شیرین بود برای من. ما گفتم والا متوجه خوب باش بچه که خیلی چی باش. نکدان تا 8 الی 10 اگر شماره داد، اگه بوکسر نتونی سرپاس باشه بوکس فنیش میشه، ختم میشه. بله. تو 5 و 6 مسابقه داور حکم و ساعت شماره داد سر من، پس خستم از جا خواجیر شدم. دیگه عکس العمل بالاخره توانستم که خودی از این مسابقه ریدام بدم. همین رنگ اول کاملا پیش از این حساب مردمان کابل گریخت کردم. و اودری کشیشتم خوب مر یاد استاد آیت الله نایبی بنیانگذار بوکس بود به ایراد. استاد ما بود دستیر از مینجا میبستم پشت رسانه شما. دیگه برای ما گفت که بچه خورد متوجه باشه، خوردم مشت از اوزگی رنگه، خوردم مشت از اون حدی. گفتم سعید همو باعث از شده که با مو یک دقیقه اودری و شیشتم مسابقه ریم رنگ دو شیری شد مور نکایت کردم میتو مشت دادم دیگه نخیست از جا. بله. دیگه مسابقه رنگ اول کاملا به نفع از او بود، به رنگ دو که شروع شد مسابقه رو بردم. هم خاطرات تلخ بود هم شیرین بود. امید. بله انشالله که بیشتر موفق باشین و در برنامه های آینده بیشتر بدرخشین. و جناب استاد وفا، در ارتباط به برنامه هایی که در آینده شما دارین و مسابقاتی که قرار برگزار بشه چه صحبتی داشته باشین؟ دیگه امی مسابقه رو که انشالله ما پشت سر کنیم، بیترین فایترهای که از ایرات سه فایتر ما و انشالله و وعدایی که از طرف مرکز به ما داده شده. بله. دیگه ما همین سه تا فایتر میبریم به تاجیکستان. بله. دیگه همین وعده به ما داده شده، یک نوید خوبیه که بوکس آماتور ما ببریم به طرف پروفشنال. و همین جوانایی که به هرات زحمت میکشن خودی به هر کلاپ اینا خود شما وضع امنیتی را میفهمین که بسیار. بله. مشکلاته. ورزش ما یا صبح وقته یا از طرف شب و کلافای تا به خانه خو اینا میرن، جوانایی که پیش ما تمرین میکنن یعنی 10 بجه شب مونا میرن به خانه. دیگه یک نوید خوب برید جوانا شهر ما که ان شاء الله اگر زندگی بود این جوانا اگر از این مسابقه به یک دستاورد خوب داشته باشن بیترین فایترار ما ان شاء الله همه تو خود مرکز گپ زدیم که ان شاء الله اینا به مسابقه بیرون از افغانستان بخیر ان شاء الله اگر زندگی بدین اور میبریم رو به طرف تاجیکستان. بسیار عالی. و جناب استاد نظیره، اگر کدام صحبت باقی مانده باشه و در پایان پیام شما رو میشنیم. تشکر جا داره که از شما و از همکارای عزیز شما تشکری کنم. تلویزیون محترم اصلاح همیش در اختیار ورزشکارا و قهرمانا بوده و هست. دیگه خداوند شما
به هی دنیا به او دنیا خارزار نقذاره، همیشه می تو سربلند بودیم و باشیم که به خدمت تک تک ورزشکارهای عزیز همشهریان خوب بودیم و هستیم. تشکری خاص دارم از شما و از کارمندهای عزیز شما. تشکر، سلامت باشین جناب استاد وفا، پیام شما را هم میشه. پیام امینه برای والدین که جوانار رشد بدن، جوانار تشویق کنن. ورزش بهترین چیزیه. از این که جوانا میرن به کافی شاپ ها میرن یا میرن به سر کوچه میشینن یا فعلا خب این شرایطی که ما شما داریم هرچی جوانه میبینیم که بله. بیکارن، بیکاریه. فقط بیتر همینه که والدین عزیز به سر اولادا خب کوشش کنن اونا رو به هر رشته ورزشی که باشه، هر رشته که خوش داره، فوتبال، دویش، همین صبحگاهی، همین ورزش های صبحگاهی، پارکا، خوب پارکا ما شما بله. داریم. فامیلای محترم، بیترین راه امینه که پولا خور به دروغ به دکتر و دوا ندن، ورزش کنن تا تندرست صحتمند بمانن. و تشکری خاصی از شما میکنیم که ما رو دعوت کردین به تلویزیون. خو تشکر از تلویزیون شما، تشکر از همکارای تکنیکی شما. با عزت باشین، سربلند باشین. تشکر، سلامت باشین. گرچه وقت اجازه ازیر نمیده که با شما بیشتر هم کلام باشیم، صحبت های زیادی مانده بود. انشالله در برنامه های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تشکر، سلامت باشین. بیننده های عزیز، برنامه اصر عریبو همچنان ادامه داره. ادامه برنامه با همکار ما جناب آقای محمدی همراه باشین.